دوستان سلام امروز هم یک اتفاق خیلی مهم و تاریخی در کشور رخ داد و اون هم تشییع تعداد زیادی از شهدای گمنامی هست که تفحص شده بودند در سرتاسر سر کشور یک شبهه برای خیلی ها ایجاد شده اینکه چقدر شهید گمنام داریم که هنوز دارن تشییع میکنن چرا آزمایش دی ان ای نمیگیرن ازشون که گمنام نمونند امروز میخوایم به این سوالات جواب بدیم اما پاسخ این سوالات چیه؟ اول اینکه تاکنون از حدود 70 درصد خانواده معظم شهدای مفقود اثر نمونه شده. اول اینکه تاکنون از حدود 70 درصد خانواده معظم شهدای مفقود اثر نمونه گیری شده. تعداد قابل توجهی از والدین شهدای مفقود اثر هم رهلت کردند و امکان نمونه گیری از دین دی ای اونها نیست. دوم اینکه نه تنها در ایران بلکه در خارج از کشور هم روند استحصال دی ای از جسم سخت همانند استخونها و دندانها برای شناسایی بسیار دشواره خصوصا در دو حالت زیر الف استخونها در محیط های قلیایی مثل مناطق جبه های جنوب اکثرا الف استخون توی محیط های قلیایی مثل مناطق جبه های جنوب باشه اکثر مفقودین دفاع مقدس توی این منطقات هستند <applause> <applause> که اکثر مفقودین دفاع مقدس هم توی این مناطق هستند به جسم به مدت طولانی در معرض تابش آفتاب بوده باشه با توجه به میزان پیشرفت علمی کشورها و تجهیزات فنی، که با توجه به میزان پیشرفت علمی کشورها و تجهیزات فنی که در اختیارشون هست روند شناسایی متفاوت و معمولا از شش ماه تا مدتهای بیشتر طول میکشه چهار اینکه این مسئله فقط مربوط به ایران نیست مثلا توی جنگ ترکیه و قبرس که در سال 1947 میلادی دو هزار نفر مفقود جسد شدند که در طول 48 سال گذشته فقط هزار نفر پیدا شدند و از اونها هم تنها 600 نفرند که با کمک امریکایی ها شناسایی شدند و ما بقی حتی با کمک آمریکایی ها شناسایی نشدند پس کشف استخون مفقودین حتی با تجهیزات مدرن امروزی لزوما به شناسایی اونها نمی انجامه پنجم این که تا کنون حدود 45 هزار شهید مفقودالجسد الجسد شناسایی شدند که حدود ده هزار نفر از اونها به عنوان شهید گمنام دفن شدند و تقریبا 2600 مفقود الجسد دیگه داریم که عملیات تفحص اونها در ایران و داخل عراق ادامه داره <تصفيق> 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 و اما در آخر و مورد ششم این که پیکرهای شهدا جا موندند نه به دلیل عدم ایثار رزمندگان بلکه تعداد قابل توجهی از آنها همه با هم شهید و مفقود شدند و کسی نتونست برگرده یا در محاصره قرار گرفتند و تعداد شهید یا در محاصره قرار گرفتن دو تعدادی شهید و تعدادی اسیر شدند پس مفقود اثر شدن رزمنده ها نتیجه کوتاهی نبوده بلکه اصلا شرایط منطقه متفاوت بود و گرنه بلکه اصلا شرایط منطقه متفاوت بوده و گرنه حتی در عقب نشینی ها تا جایی که امکان پذیر بوده رزمندگان پیکرها رو به خودشون می آوردن مگر در جاهایی که تعدادی از رزمنده ها مجروح شده بودند و طبعا باید تحت هر شرایطی با اولویت مجروحین رو با خود می آوردند و نه البته ما فرماندهان بزرگی رو هم داریم که مفقود جسد هستند یا بهتر بگیم مفقود الاثر. بعضی ها به بعضی ها با تقیان رود الوند و کارون پیکرشون به خلیج فارس رفت و بعضی ها مثل شهید ردانی پور توی شرایط سخت عملیاتی پیکرشون دیگه پیدا نشد شهدای مفقود الاسر کم نیستن حتی توی فرمانده هامون ممنون که با ما همراه بودید التماس دا خدا نگهدار ما رو سابسکرایب کنید کانال سخنران در یوتیوب بعد دوستاتون هم معرفی کنید خدا نگهدار